بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. همون جوری که روز چهارشنبه بهتون گفتم، امروز با مهمانی هستیم، دوستی هستیم، پناهجویی هستیم از استکهلم سوئد. و من سال هاست که یه برنامه رو به نام پناهجویان رو دریابیم در تلویزیون مردم، به دلیل اینکه خودم پناهجو بودم، بعد پناهنده شدم و مشکلات این دوستان رو میدونم که واقعا زندگی اونجا برزخه، یعنی آمدن بهشت کشورهای اروپایی، ولی اون جهنم ایران و جهنم آخوندی رهاشون نمیکنه. اینا درست مثل اینکه در برزخ زندگی میکنه. به شما گفتم که با آقای ایرج افغانی هستیم و فامیلی ایشون افغانی هست، ولی ایشون ایرانی هستن، اهل ایران شهر هستن، از من و شما خیلی ایرانی ترن و بلوچ هستن. اجازه بدید من بهشون سلام کنم، خوش آمد بگم، میکروفون رو در اختیارشون بذارم و ازشون بخوام خودشون رو در عرض چند دقیقه به من و شما معرفی کنن، بگن که چرا مملکت خودشون رو رها کردن، چرا امروز در سوئد در این حالت برزخ سرگردان منتظر هستند و شرایط دادگاه اقامتشون یا دادگاه مهاجرتشون به چه صورت هست. آقا خیلی خوش آمدید و بفرمایید با دوستان بیننده و شنونده تلویزیون مردم در سر تا سر جهان صحبت کنید. امیدوارم که سازمانهایی در کشورهای مختلف باشند که ایرانی ها رو کمک کنند و افرادی مثل شما بتونن با حمایت اون سازمان ها با پرونده های قوی تری برن جلو به اصطلاح این مصاحبه یا دادگاه مهاجرت. بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. سلام میگم به شما آقای سوربی عزیز و همچنین به بیننده های عزیز شما در سراسر جهان. من ایرج افغانی هستم، اهل بلوچستان ایران، شهرستان ایران شهر، که از سال 2009 مهاجرت کردم به سوئد و قبل از این که به سوئد بیام تو خود ایران فعال سیاسی بودم، فعال حقوق بشری بودم و اخبار گزارشاتی که در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر تو نسبت بلوچستان ایران بود اینا رو در واقع ایمیل میکردم و از این ایمیل های من، گزارش های من، سازمان عفو ملل و سازمان آمنستی اینترنشنال استفاده می کرد و اطلاعیه و بیانیه صادر می کرد. به هر حال من بلوچ هستم و ایرانی هستم و قسمتی که در واقع اسم بلوچستان روش گذاشته شده بر خودم وظیفه می دونستم که این کار بکنم، یعنی در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر تو بلوچستان گزارش تهیه بکنم و بفرستم و مردمانی که اونجا تحت ستم بودن، چون ما بلوچ‌ها به لحاظ قومیتی و به لحاظ مذهبی در اقلیت هستیم، فشار بیشتر بود و فشار مضاعف بود و بر خودم این رو یک وظیفه انسانی می‌دونستم که با خطراتی که اونجا داشت و حتی زندانم رفتم بعد از انتخابات سال 88، با این حال قبول کردم که باید در راه آزادی و انسانیت باید بیشتر قدم بردارم و تا جایی که تونستم کار کردم، در واقع فعالیت سیاسی کردم، فعالیت حقوق بشری کردم. اینجا هم که سوئد هستم، یکی از اعضای حزب مردم بلوچستان قسمت ایران هستم و امیدوارم که مبارزات ما و این کارزاری رو که در واقع با دوستان داریم به پیش میبریم مثمر ثمر واقع بشه تا ایرانی آزاد داشته باشیم، مردمانی که تو ایران زندگی میکنن اینا همه تو صلح و صفا و صمیمیت باشن و ظلم و ستم دیگه از ایران رخت برآورده. و تنها راهش رو فکر میکنم براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی هست که این آرزوی همه ایرانیانی هست که ایران رو واقعا به عنوان یک ایران آباد و یک ایران آزاد میکنه. آقای افغانی، البته خیلی ها فکر میکنن خب اگه اینا برن بعدا مشکلات جنگ داخلی و اینها پیش میاد یا اون سازمان های جدیدی که میان، اونها هم امروز قول و وعده و وعید میدن ممکنه فردا
عمل نکنن، ولی خب بشر باید امیدوار باشه به اینکه فردا روزی بهتر از امروز خواهد بود. شما گفتید در انتخابات سال 88 هم ایران بودید و اون شرایط چی بود و به اصطلاح اگر شما دستگیر شدید به چه جرمی شما رو دستگیر کردن؟ به جرم گفتن حقیقت، نوشتن حقیقت، مردم را آگاه کردن؟ و امروز که در سوئد هستید آیا پروندهتون قبلا به اداره مهاجرت رفته نرفته؟ جواب رد شنیدید؟ یه مقداری ما رو بیشتر آشنا کنید با این مدتی که اونجا بودید و امروز شرایطتون چگونه است. میدونم که به زودی قرار هست که اون دادگاه اداره مهاجرت رو داشته باشید و امیدوارم که به شما اون پناهندگی و اقامت دائم رو بدن. و من نمیدونم حقیقتش این کشورها با این همه خبرهایی که از ایران میاد و میدونن این آخوندها چه ظلمی رو به مردم روا میدارن، چرا اینجوری با دوستانی مثل شما پناهجویان بدرفتاری میکنن و گاهی وقتا اونا رو حتی مجبور میکنن که از اون کشور برن. الان کشور دانمارک داره اونا رو میفرسته به یه جزیره ای. یه مقداری بیشتر برای منی که 30 و چند سال از ایران آمدم بیرون و کمتر اطلاع دارم، با وجودی که من در به اصطلاح بعد خبرها هستم، با دوستان در تماس هستم، ولی هنوز گاهی احساس میکنم که ما شرایط شما رو درک نمیکنیم. برای ما یه چند دقیقه در این مورد صحبت کنید. بفرم. زمانی که خب من تو ایران بودم، ستاد انتخاباتی آقای موسوی، من قسمت تبلیغات من فعالیت داشتم با یک تعدادی از دوستان و خب من یک سال قبل از اینا، یعنی چندین سال پیش، من زندان رفتم زمانی که دبیرستان درس میخوندم. بعد خب میدونستم، آگاه بودم، یعنی بیشتر فشار اون یک سال زندانی که من زمان نوجوانی به من بقول معروف وارد شد، خب بیشتر متوجه شدم. یعنی یه تجربه تلخی بود، ولی این بیشتر منو وادار میکرد که بالاخره در راه اصلاح و تغییر باید قدم برداشت و نباید ترسید. و تو ستاد آقای موسوی خب میدونستم اصلاح طلب و چی میگن اصولگرا، همه اینا میشه گفت خب ریشه و منشهشون همون بنیادشون همون جمهوری اسلامی هست، ولی وقتی اینا نشون میدادن که ما میخوایم تغییرات ایجاد کنیم و بخصوص اینکه ما تو بلوچستان با مبلوچ ها و دیگر اقلیت ها برخورد شدیدتری میشد و اگه شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی یه نگاهی بندازید، که من مطمئنم شما آگاه هستید به اصول قوانین اساسی جمهوری اسلامی که صراحا تبعیض هست، بعد ما بیشتر سعی میکردیم که در این توی این چی میگم جبهه اصلاح طلبان اینجا فعالیت بکنیم که حداقل یک مقداری حداقل تغییرات وجود بیاد تو بلوچستان، از این کشتارهای فردی کاسته بشه. و آقای موسوی وقتی نماینده خود ایشون رو به استان فرستاد، تو بلوچستان آقای مهندس حسینی رو فرستاد، ما به ما یه وعده هایی داد که بله این کشتارهای فردی مطمئنا از بین خواهد رفت، تبعیض تو مسائل استخدامی و مسائل دیگه تو تمام این زمینه ها تبعیض بود، بخاطر اینکه خب بلوچ سنی هستن و با سنی ها خب میدونید دیگه، سنی ها هم مخالف ولایت فقیه هستن، خب اونجا هم ولایت فقیه هست که در واقع حاکم کل ایران هست. و بخاطر این مسئله ما سعی کردیم تو جبهه اصلاحات فعالیت بکنیم که متاسفانه بعد از انتخابات 88 من یک ماه بازدار شدم تو اداره اطلاعات ایران شهر و بعد از اون تعهد گرفتم من که هم فعالیت سیاسی نکنم و همین که من چون داداشم اینجا انجمن فعالین حقوق بشر بلوچستان رو اداره میکرد، از من تعهد گرفتم که ایشون رو هم متقاعد کنم که از فعالیتاش دست برداره. خب اینا مسائل مهم بود و بعد از اون من آزاد شدم و حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه
تونستم از ایران خارج بشم و الان حدود 10 سال هست. من از سال 2009 اومدم اینجا، نزدیک به 10 سال هست که اینجا تو قصر مردم در چستان دارم فعالیت میکنم. برحال ما همه ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم و بلوچستان هم یه قسمتی از ایران هست و باید مبارزه بکنیم برای تمامی مردمانی که تو ایران زندگی میکنن. این وظیفه انسانی هست. بسیار ممنونم. بله، امیدوارم که در این به اصطلاح مصاحبه یا دادگاه آینده قبول بشید و نتیجه قبولی و خبر خوشحالی رو هم از همین تلویزیون پخش کنید. از اون دوستی هم که به اصطلاح تلویزیون ما رو به شما معرفی کرده تشکر میکنم. ایشون شاهد است که ما در چند سال گذشته حتی جایی که طرف سوار هواپیما بوده باش مصاحبه کردیم، جایی که طرف در زندان بوده باش مصاحبه کردیم و بعد اینها به اصطلاح تونستن اونجا وایسن و امیدوارم شما هم بتونید اینجا وایسید، بتونید به فعالیتاتون ادامه بدید و برای آزادی دیگران، برای اینکه نسل آینده از آزادی بیشتری به اصطلاح بتونه استفاده کنه در کشور خودمون، فعالیتاتون موفقیت آمیز باشه. و باز هم اگر صحبتی داشتید چه شما چه دوستان دیگه تماس بگیرید، قرار میذاریم و با هم صحبت میکنیم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در آینده شما رو با خبرهای بهتری داشته باشید. بفرمایید. مرسی از اینکه این فرصت خوب رو من دادید. من متشکرم از شما و صحبت باید اینه که من یه پیام هم فرستادم توی تلویزیون شما همش داره پخش میشه، من از شما ممنونم و پیام من در واقع آرزوی قلبی ما سرنگونی این رژیم ننگین جمهوری اسلامی هست. من و همه اپوزیسیون، حتی 90% مردم ایران، 90-95% مردم ایران، خب همه میدونیم که تو چه شرایط زندگی میکنن. اونا هم همینطور با ما هم عقیده هستن. من فکر میکنم من یک نماینده از یک قسمتی از مردم ایران هستم که دارم این پیام رو میدم. ما باید تلاش بکنیم و اونایی که تو ایران هستن باید اونا رو کمک کنیم که اونا بتونن، بالاخره اونا هستن که در واقع سرنوشت این ایران رو تعیین میکنن. ما فقط پیام میدیم، اونا بالاخره این پیام ما رو گوش میکنن و دلگرمتر میشن. و اینجا هم با نهادهای بین‌المللی ما در تماس هستیم از طریق حزب مردم بلوچستان و سعی تلاش این هست که این رژیم ننگین باید سرنگون بشه تا مردم بتونن یه رژیم واقعا دموکراتیک داشته باشن در سایه و زیدی چی میگن در سایه خوبی ها و خوشی ها تمام مردم بتونن زندگی بکنن. خب من ساختار فدرالیسم رو انتخاب کردم و امیدوارم که یک نظام سیاسی واقعا فدرال دموکرات ایران پیاده بشه که اقلیت ها هم بتونن اون حقوق از دست رفتهشون بهتر و زودتر دست پیدا کنند و همه مردم ایران با صلح و صفا بتونن زندگی کنند. ممنونم از شما. بسیار ممنون، به امید روزهای بهتر. مرسی، خیلی ممنون که با ما بودید. خدا نگهدار. خدا نگهدار، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای ایرج افغانی بودیم. از طریق فیسبوک میتونید با ایشون تماس بگیرید. توی فیسبوک اسمشون به صورت ایرج افغانی نوشته شده. اگه ایشون بتونه این رو درست کنه و هم به فارسی بنویسه ایرج افغانی، هم به انگلیسی یه دونه ایرج باشه، به اصطلاح آسونتر و ساده تر میشه. در صورت دوستان عزیز، برنامه سربی با مردم سالهاست، از سال 2003 تا حالا از تلویزیون مردم و از سال 1998 هم از تلویزیون‌های مختلف و رادیوهای مختلف پخش شده. امیدوارم شما هم بتونید ما رو پیدا کنید، ببینید. البته اگه صدامو نمیشنوید که نمیتونید. چجوری میشه ما رو پیدا کنن؟ شمایی که میبینید شیر کنید با دیگران. اتفاقا اون روز آقای خوشنودی میگفت که آقای سربی به دوستان یادآوری کن، چون بعضیا فراموش میکنن، یادآوری کن که اینها ویدیوهای شما رو شیر کنن. و دیدم اون روز که دو بار ما گفتیم خیلی دوستان بیشتر این کار رو انجام دادن. از یکایکشون ممنون و
متشکرم. یک دوستی امروز برای ما 30 دلار فرستاده، یک بانویی هست و من نمیدونم که اسم شما رو میتونم بگم در برنامه تشکر کنم یا نه. میبینید تلویزیون های دیگه جار و جنجال، حتی گاهی وقتی اسامی دروغی اون پایین مینویسن، حسین از شیراز، تقی از اون نمیدونم آذربایجان فلان اینها. ما خیلی بی سر و صدا، چون اونایی هم که حمایت میکنن از انگشتان دست تعدادشون بیشتر نیست. در صورت ممنون و متشکرم. این نامه کوچک شما که چیش کوچولوه، پاکتش کوچولوه، ولی یه دوستی آقای پتیک ما داریم، اونم از همین نامه های کوچولو استفاده میکنه. میگم نامه کوچک شما با محبت بزرگ شما رسید. ممنون و متشکرم. در هر صورت نمیدونم، شاید ما مثل تلفن که میگیم اگه کسی نمیخواد پیامش پخش بشه بگه که من نمیخوام پیامم پخش بشه، اینجا هم روی نامه ها و اینها اگر کسی اشکالی نداره بگه، هیچ اشکالی نداره، اسم من رو هم بگید. به این صورت ما اقلا یه تشکری کرده باشیم و ممنونیم از شما. در هر صورت بذارید من اینها رو درست کنم. یک کمی میگم ما امروز این، ببینید اینجا 4 تا کامپیوتره، یعنی 4 تا مانیتوره، بعد 6 تا 7 تا برنامه مختلف. شما باور نمی کنید اینا هم اینجا ادعای صابخونه و دیدید میگن حق آب و گل داره. یه پروگرامی رو به نام وید بلاستر من اگر زودتر از اکس اسپلیدر روشن کنم درست کار میکنه، اگر اکس اسپلیدر رو روشن کنم بعد وید بلاستر رو روشن کنم گاهی وقتا خراب میشه. اینو دیگه امروز من متوجه شدم. یعنی ما اینجا هم باید به درس، مثل میگن سلسله مراتب یا رتبه میگفتن یا به ترتیب سینیاریتی بنویسیم که مثلا اول وید بلاستر رو روشن کن، دوم این رو روشن کن، سوم انکودر ویندوز رو روشن کن، چهارم فیسبوک رو روشن کن و الی آخر. با وجودی که من هر روز میدونم و قدردانی میکنم که اینقدر کارا آسون شده، ولی همینجوری که آسون شده، خب ما اولی که شروع کردیم که 14 نفر میرفتیم یه جایی نیم ساعت برنامه. حالا یکی تالنت بود به اصطلاح، اینجا میگن تالنت، من معمولا نمیدونم اون کم تالنتر، کم استعدادتر میاد جلو دوربین. اونایی که استعداد دارن معمولا پشت دوربین دارن کارهای فنی انجام میدن، ولی دنیا برعکس. اینجا تو آمریکا هم به اونا میگن تالنت. تالنت میره جلو دوربین، اونای دیگه، و من همیشه میگفتم، به شوخی میگفتم همه بکنید یاری تا سوربی بکنه برنامه داری. خب بعد رفتیم جلو دیدیم آقا نمیشه، هر جا میخوای بری سانسوره، هر جا میخوای بری خط قرمزه، هر جا میخوای بری میگه طرفدار کی هستی، اگه طرفدار این هستی این فلان. آمدیم ما از سال 2003 این تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیه. یعنی دیگه اینو آقای مسعود معتاد امینی نمیتونه بگه من تلویزیون مردم رو اول زدم. اینا دیگه ثبته، اینا دیگه سنده. رفته بود این خانم تهرانی دروغ گفته بود که تلویزیون مردم مال این بوده. گفتم شما کجا بوده؟ گاره من یه برنامه داشتم به نام صدای مردم. گفتم کجا؟ گفت تو فلان رادیو. گفتم شما یه برنامه داشتی به نام صدای مردم، اون وقت میگی تلویزیون مردم مال من بوده؟ اینجا آقا شما میتونی تو 50 تا ایالت 50 تا بیزینس به یه نام داشته باشی، مگر اینکه یکیش بیاد تو 50 تا ایالت پول بده بگه این نام فقط برای منه. یادمه من سالها پیش وقتی دانشجو بودم برای کاشی حافظ، اول برای کاشی سعدی کار میکردم، تابلوهای آورده بودن ما نصب میکردیم، زرقون و نزدیکای مردش. بعد یه دفعه اون آقای نمیدونم کی هم بود از تهران آمد، آقای توکلی بود کی بود، آمد گفت که ما باید اسم این کارخونه رو عوض کنیم. گفتیم چرا؟ گفت که کاشی سعدی شکایت کرده، گفته ما هستیم کاشی سعدی، شما که نمیتونی یه کاشی سعدی دیگه باشید اونجا تو شیراز. و اینا گذاشته بودن کاشی حافظ. خیلی جالبم شده بود کاشی سعدی، کاشی حافظ. اینجا هم همینه. و
حالا که دارم اینو میگم، این داستانم براتون بگم. آقای حسیبی به من زنگ زد همون موقعی که این رفته بود گول این خانمه اسمش سیمین تهرانی بود، الان به نام زینا تهرانی برنامه داره. خود اون خانمه هم از اون معتاد کارش بدتر و الا اینجوری اسیر اون نمیشه. در هر صورت گفت که آقا این هر جا میشینه میگی که تلویزیون مردم اینجوری بوده، سربی آمده اسم ما رو برداشته. گفتم آقا ببین، من این امینی رو میشناسم، شما بهش بگو اگه دو ماه از همین امشب اگر 2 ماه با این خانم موندی و این تلویزیون رو داشتی، سربی تمام این مدارک دامین نیم و وبسایت و اینا رو میده برای تو. سر 2 هفته حسیبی زنگ زد به من میخندی قاه قاه قاه، گفت آقا تو از کجا اینا رو میدونستی؟ گفتم برای که اینا رو میشناسم. گفت آقا اینا زدن به هم دیگه دعوا و فوش و فوشکشی و الان ببین تو تلویزیون، برید پیدا کنی. این حالا سعید هست اگر بتونه پیدا کنه اونجایی که این امینی معتاد با این خانم سیمین تهرانی نشستن توی تلویزیون، هی امینی دست این خانمه رو میگیره، تو دوست خواهر منی، تو فامیلی می، میگه آقا مردشور قیافت ببره، همون گول اون چیزها رو خوردم آمدم، تو پدر منو در وردی، پولامو نمیدونم پول بچه و زن. خلاصه این ماجرای تلویزیون ها اینه. امروز یه نفر برای من، یه دوستی داریم گفتم تو ورزشکاره و الان توی شرایط خوبی نیست، اگه کسی هم میتونه از لحاظ مالی کمک کنه یا به تلویزیون مردم بفرسته، چون به ایشون میگم خب باید چیزای خودتو بگی تا من به مردم بگم چجوری، میگه نه اگه میشه شما جمع کن به من کمک کن. در هست این از من پرسید آقای سوری من قبلا شما رو تو کدوم تلویزیون دیدم؟ گفتم والا من از این تلویزیون، از این رادیوی محلی فرفکس صبح شنبه شروع کردم، 10 تا 12 برنامه، بعدش هم میرفتیم کباب بازار میشستیم با بچه ها نهار میخوردیم و اینها. بعد یه دوستی به نام آقای مهران صدری این ما رو کشون تو تلویزیون های به اصطلاح پولکی. البته من الحمدلله وزنم خوب بود، هر کی میگفت پول میگفتم من پول نمیخوام و به خاطر این بیشتر ما رو دوست داشت. حالا امروز که هر چی ما میگیم پول میخوایم، هیچ که پول نمیده. بماند گفتم من تو تلویزیون رنگارنگ بودم، تو تلویزیون ما تیوی بودم، تو تلویزیون یه دو بار تو رادیو آزادگان بودم، بعد تو تلویزیون آپادانا هم بودم. حالا فهمیدم. بعد بهش گفتم ببین من اصلا بارها گفتم من این ویدیوهامو بدون کپی رایت میذارم روی یوتیوب، هر کی میخواد ورداره، هر جا میخواد نشون بده، حتی اگر میخوان ازش تبلیغ منفی کنن. من تو آمریکا یاد گرفتم تبلیغ منفی وجود نداره، تبلیغ منفی بیشتر کار میکنه. همین که من الان آمدم گفتم این مسعود امینی معتاد، این منفیه، شما بیشتر میری پیداش کنی تا اینی که دارم بهت میگم یه ورزشکاری از ایران اومده و احتیاج به کمک داره. اینی که مثبت کمک به هموطنمونه کمتر اثر میذاره تا اون که کلمه معتاد رو گفتیم، حالا طرف میگه این برم اینا کیه، هم شاعر هم معتاده. شاعرم نیست، شعراش هم خواهرش مینویسه، اون چون تو ایرانه این به نام خودش به اصطلاح منتشر میکنه. یه مدتی هم رفته دنبال کون مجاهدین و مجاهدین دیدن این مایه آبروریه، ولش کردن رفت. بعد یه مدتی میگفتم خیلی وضع خرابه کنار جوبای نمیدونم کالیفرنیا، گفتم مگه کالیفرنیا خیابوناش جوب داره؟ ما اینجا جوب نداریم، جوب نمیبینیم، مثل ایران هر کی میخواست پارک کنه میافتاد توی جوب آبی. بمانه 4 نفر در عملیات تروریستی چابهار کشته شدن، ولی امروز که نگاه کردم دیدم نشته 2 نفر. خبرها میدونید اول که به اصطلاح یک بمبی گویا اونجا منفجر شده، یه نفر از اینایی که خودکشی میکنن توی ماشین نیسان پیکاپ تراک بمب و اینا درست کرده بود. بمب هم این روزا باش شما با کود شیمیایی یا 2 تا محلول میتونید درست کنید، یعنی بمب چیز عجیب غریبی نیست. چیزی که از اون بیکله ای رو شما بتونی پیدا کنی که حاضر خودشو بکشه برای هدفش، اون مشکله. البته تو کشورهای فقیر، تو کشورهای مذهبی یا با پول گولشون میزنن. صدام حسین 25,000 دلار میداده به خانواده‌شون اینا، برای میگفت من دیگه تا آخر اون
برو آقا، برو رو بم، بینو ما بریم یه بچه دیگه درست میکنیم. از اون برم خمینی و یارانش گول مردم زدن بیا این کلید پلاستیکی رو بگیر برو بهش. ببین دو تا نوعش یکی، اینا رو به کشتن میدن. وقتی شما داری میری یه جایی که میدونی مین کاشتن اونجا و هیچ دستگاه مینیاب و اینا نداری، اصلا جوک ساخته بودن، میگفتن منتظری نشسته روی الاغی هی میگه هین، الاغه برگشته گفته الاغ مین، اینجا مینه من نمیرم جلو. در هر صورت این چی داشتم میگفتم، ماجرای تبلیغ منفی، ماجرای دنبال کار این اون رفتن. بعدش گفتیم دیگه از 2003 آمدیم این تلویزیون رو راه انداختیم، باز با اونام کار میکردم. من تو 2004-2005 هم با همون آقای مهران سعدی و اینا که هی پولای ما رو هم گرفت داد به این فولادوند و اینها، اونا نمیدونم کی دروغ میگفت حقیقت، حالا شاید هم فولادوند پول میفرستاده این دروغ میگفته. بالاخره وقتی چند نفر دروغگو هستن ضررش یه نفر میبینه، ضررش من دیدم. بعد دیگه آمدیم گفتیم آقا ما نخواستیم این تلویزیون ها رو، میایم اینجا خودمون برنامه رو میذاریم. حالا اینجا که آمدیم، خب اوایل من کار میکردم، دوستی میمد آقای شیرازی بود، ایرج بود، دو سه تا آقای یزدانی گاهی میمد کمک کرد. بعد اینا هم گرفتارن، هر کس کار خودشو داره، اصلا شیرازی رفته ایران، ما دیگه هی داریم مسن میشیم، این دستگاه هم برای ما کار کردن باهاش مشکل تر میشه، داریم زور خودمونو میزنیم. این سعید برای من نشد آقا جمعه است من باشم یا برم. حالا براتون از این جالب تر بگم، آقای لادن قرار بود که امروز با ما باشن، ایشون دیروز لطف کردن دیشب نوشتن که نمیتونم فردا باشم. خیلی کار خوبیه که خبر میدن، من ازشون تشکر کردم، گفتم به امید اینکه هفته آینده داشته باشم. آقای ایرج افغانی که من بهشون قول داده بودم، به شما هم قول داده بودم که باشون خواهیم بود، بنده خدا من آمدم چند دقیقه قبل از برنامه نوشتم آقا اگه هستی صدا و تصویر رو امتحان کنیم. نوشته آقای سوربی نگو و نپرس، کامپیوترم خراب شده بردم تعمیرگاه، حالا یه دوستی داریم رفتیم منزل آقای شیرزاد و اونجا نشستیم از اینجا برنامه اجرا کنیم. خب اونجا هم نور و اینا برای تلویزیون و برای این کافی نبوده، اون بنده خدا چراغ و سرش رو باز کنه میدونم بیار این و ببر اون و این مشکلات هست. ولی ما با این همه مشکلات باز با پررویی تمام میاییم و سه روز در هفته میشینیم برنامه میذاریم، این از نظر خود من واقعا قابل ستایش. در هر صورت بازم ممنونم از دوستانی که حمایت میکنن، ممنونم از شمایی که میای اقلا با تماشا کردن حمایت میکنی، ممنونم از شمایی که تو مهمونی ها صحبت میکنی، چه خوب چه بد. اونایی که بد میگید بیشتر از تو ممنونم، چون وقتی بد میگید، وقتی میگید این فلانی مأمور جمهوری اسلامی، چهار نفر میان میخوان ببینن مأمور جمهوری اسلامی شاخ داره یا دم داره، بعد میان میگن آقا خب این که این مأمور جمهوری اسلامی چی میگه که جمهوری اسلامی به این پول میده، اگه به این آسونی پول میدن ما هم بریم پول بگیریم. و میگن اصلا هیچ خبری نیست. کی بود راجع به این چیزا صحبت میکرد هفته پیش، میگفت اگه پول میدن خب، آها یک لاتی گویا توی ترکیه است، رفته بود گول یه خانم مدل هنرپیشه ایران، هنرپیشه نه مدل ایرانی رو زده بود، بعد این خانمم وقتی به اون پول داد، نمیدونید چه کثافت بازیه تو این فیسبوک و اینها، این خانمم وقتی که به اون پول داده بعد دیده این قمارباز و دروغگوه، حالا آمده توی فیسبوک به اصطلاح افشا میکنه. بعد یه آقای دیگه هست به نام آقای امین فردین، این باهاش مصاحبه میکرد. اینا رو برید ببینید، برای وقت کشی خوبه، یه جایی تو فرودگاه نشستید، یه جایی تو استارباک نشستید، الان دیگه نمیذارم فیلم لختی نگاه کنید، اینا رو نگاه کنید، از فیلم لختی بیشتر رو زندگیتون اثر میذاره و ببینید چه کثافتیه. طرف میگه آقا من دیگه به دولت فحش نمیدم، این همه فحش دادم چی شد، معتاد شدم. کسی که پول مردم خورده، کسی که رفته قمارخونه روی چیز راه انداخته روی اینترنت و کلک زدن به مردم، کسی که پول این خانومه رو که نروژ یا نمیدونم بلژیک کجا ازش هزاران دلار ازش کش رفته، بعد خودش معتاده. این همین که میگم چاه کن ته چاهه. بعد اصلا نگاش کنید تو ماشین با یه قیافه، میگه حالا ببینید قیافه من بد شده، نمیدونم دارم رو خودم کار میکنم بهتر بشم. اون میگفت
میگم من این همه فحش دادم به جمهوری اسلامی، پولی که نساختم، معتادم شدم، خب حالا یکی دیگه پول بده من میرم به اونا فحش میدم، یکی دیگه پول بده به اونا فحش میدم. یعنی اگر این بهبهانی معتاد نادان یه چیزی رو درست گفته باشه، همینه که این سیاست همه اینایی که بد میگن برای آخوندا لزوما مخالف نیستم. اتفاقا اون فلسفه 80-20 که میگن انگلیسی ها رایجش کردن که 80% بدی بگو، 20% اون زیر یواشکی بدونی که متوجه بشن خوبی، میگه اینا همشون حقوق بگیرن. ما باز میگیم آقا بیان به ما حقوق بدین، ما 80% فوش میدیم. این آقای آریان وطن خواه بدبخت 100% فوش میده، خب لابد خیلی بهش حقوق میدن. نمیدونم، دنیای عجیب غریبیه، من سر در نیاوردم، ولی بذارید براتون بگم. برای همین ورزشکاره گفتم حالا یه چیزی رو من به شما خیلی خصوصی میگم، الانم فقط به شما میگم، خصوصی خصوصی. اگر زمان برگرده عقب و 20 سال قبل باشه، سوربی که اینجا برای آمریکایی‌ها کار میکرد، پول خوبی میساخت و یه دفعه همسیک شد، غربت زده شد، این بار دیگه نمیام با رادیو تلویزیون ایرانی کار کنم. اگه آمدم مثل اون حرومزاده کوین کاوز که مردم ریپورت دات کام رو ما براش خریدیم، راه انداختیم، بعد گفت مریضم، گفتیم خب برو خدا شفات بده، بعد رفت با همین معتاد، با همین بهبانی معتاد اینا، میدونید؟ مثل اون شما میشناسیش، تو خیابون ببینیش، اصلا میدونی کیه؟ صاحب مردم ریپورت کیه؟ مثل من که احمق نیست بیاد اسم، فامیل، آدرس، شماره تلفن، عکس، قیافه‌شو بذاره. اتفاقا امروز درباره یکی دیگه از همین آدما صحبت میکنیم، ایمیلاشو بهتون نشون میدم، شما اگه میشناسینش معرفی کنید و ببینید که داستان این آدمای ایرانی چگونه است. یه تلویزیون اگر تماس میگیرن بهشون جواب میده، ببینید چجوری از این یه تلویزیون سوء استفاده میکنن. بعد من میگم بی خود نی، تلویزیون های دیگه محل نمیذارن. طرف میگه آقا شما تنها تلویزیونی بودی که من همین کرخر کاوه، همین کرخر کوین سال 2006 برای من نامه نوشت با ایمیل و من جواب دادم، گفت شما تنها تلویزیونی بودی که جواب دادی، کسی رو که من نمیشناختم. آقای پرویز کاردان، من گفت تو دیوانه ای، وبسایت و کامپیوتر و زندگی تو دادی دست یه نفر که نمیشناسیش. آقا اگه به کسی اعتماد نکنی که زندگی بدی میشه. من اگه پول بگیرم تو دستم بگم تا شما نونو ندی پولو نمیدم، شما هم بگی من تا پولو ندی نونو نمیدم، نون دست شما مونده میشه، منم سیر نمیشم. پس باید یکی اعتماد کنه. درسته شما ممکنه نونم بدی اصلا من بدوزم پولارم برم، ولی بالاخره باید اعتماد باشه و ما اعتماد کردیم. ولی اونای دیگه، همین آقای کاردان میخواست براش چیز درست کنه، گفت شمارت چیه اینا، گفت من شماره تلفن نمیدم، اینو نمیدم. من میخواستم براش کمکش کنم. این آقای وسوقی میخواست کارهای حسابداری و اینا، رفته و درس خونده و میگفت میخوام نمیدونم لیسانس حسابداری فلان. بعد آقای فوسوقی من گفت آقا تو دیوونه هستی، این چیه؟ بهش مینویسم که خب میخوای راهنمایی کنم، شماره تلفن بده من برات صحبت کنم، من که وقت ندارم ایمیل بفرستم. گفته نه، شما فقط از طریق ایمیل با من تماس بگیر. خب اینا کسایی هستن که جامعه رو بهتر از من شناخته، فحشم میدیم ولی جامعه رو بهتر از من شناخته. چرا؟ چون میدونه که جامعه پر از خودشه. من فکر کردم جامعه پر از من، یه مش آدم ساده ای آمدیم اینجا، یکی از ما پرسید آقا نظر راجع به سیاست چیه، گفتیم والا ما درس سیاست نخوندیم. تو مملکت ما مبصر رو ناظم انتخاب میکرد یا یک بچه به اصطلاح لات و فلان بود، یا یک کسی که باباش فامیل ناظم بود، میگه این مثلا بشه مبصر، این بچه های دیگه میزننش، اگه بشه مبصر دیگه حالا تو سری خور بار نمیاد، ازش حساب میبرن. شما خودتون مبصر رو انتخاب کردید، مبصر کلاس کیه؟ اینجا بهش میگن پرزیدنت. از کلاس اول بچه ها پرزیدنت خودشون انتخاب میکنن، از کلاس اول. ما آمدیم گفتیم اینجوری. خب آقا شما دنبال چه حکومتی هستی؟
گفتیم والا ما هم شاه نادان بودیم، دنبال رضا پهلوی بودیم تو آلمان تو سرما، آمدیم اینجا دیدیم آ این آدم نیست. حالا تا حالا دیروز تا حالا راه افتاده، دختراشو هی میندازه تو ماشین، هی میبره بیچاره زنه مریض تو خونه افتاده، این حالا به بهانه دختراش میره این ور و ببرم کارهای سیاسی انجام بده. این سزای این رضا پهلوی به همین امید نادان. همین امید نادان 4-5 سال پیش فوش ها به من میداد. چرا؟ بهش میگفتم آقا این آقا رضا این طلای پاکی که شما میگی نیست، این یه موجود کثیف و به اصطلاح عقب افتاده ای هست. هر کدام از ایرانی ها رو شما میبینی با یه پول خیلی کمی آمدن اینجا، که البته همه شون میگن ما اصلا پول نداشت، شاید هم نداشتن، همه موفق. این مردک با این همه پول آمده، شما برو شرکت هایی که هی زده زمین، یکی یکی از شرکت های بانکی، از بانک ها، از شرکت های نفتی، چون مثل من و شما که نیست که بیاد بر کارگری کنه، همش شرکت های بزرگ. بعدم هرچی از ایران دزدیدن آوردن اینجا، یه دزد دیگه آمد زد، دو نفر دزد خری دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن، این ماجرا است. و اما عملیات چابهار نزدیک یک پایگاهی بوده بود، چند نفر، دو نفر، تا حالا باز امروز گفت دو نفر، روز قبل گفتن 4 نفر، یه سرباز وظیفه و یک ستوان دو، نمیدونم چرا. حالا اینا تو تمام تغییراتی که میخواستن در ایران بدن، آب و برق و گاز مجانی بدن، فقط آمدن این درجه ها رو ریختن به هم. شما الان میبینی یه پسر جوونی دو تا قبه رو دوششه. این قبه مال موقعی بود که از سروان 3 ستاره بعد میشد یک قبه، یا قبه، نمیدونم چی بهش میگفت. حالا همینجوری میذارن رو دوش، رو نگاه میکنین ستوان دو طرف، یعنی دیپلم گرفته رفته تو ارتش. خب این بیچاره کشته شد در اصل، یکی اون بوده یکی هم یه سربازی کشته شده. اینا کی هن؟ اینا مردم هن. شما اگر میخواین عملیات انتحاری هم انجام بدی، برو آقا مثل اون دختری که آقای دستگاهی به بغل کرد تیک تیکش کرد، اون کار انجام بده. نداری دیگه، ارز و وجود نداری. و اما یک فیلمی رو، اولا امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 203، نقد فیلم باب، میدونید این فیلم، این اسم باب همین دروازه و گیت به انگلیسی، یه فیلمی درست کردن، ایشون میاد نقد اون فیلم یا از این فیلم انتقاد میکنه. به این دوستان تبریک میگم که حتی توی ایران با اون امکانات کم الان این، شما میدونید که این سیستم بهش میگن گرین سکرین، قبلا آبی بود میگفتن بلو سکرین، الان گرین سکرین. اینی که شما میبینی پشت سر من پرچمه و استودیو اینا، مثلا اینجا هیچ خبری نیست، یه پرده سبز میندازن به کامپیوتر، میگن شما نور سبز رو نبین، اونم نور سبز رو نمیبینه، بعد یه عکس میندازی تو این دستگاه، اون عکس میره پشت سر من، جلال خاله، اعوذ بالله. در هر صورت دیدم که آقای ارشاد از این سیستم استفاده میکنن و مثل لکچرم وایستاده، قشنگ یه جایی مثل دانشگاه و اینا درس میده. ببینید حتما ساعت 4 بعد از ظهر. و دیروز این دوست اون آقای پتیک به من گفت که آقا گاهی وقتی هم که وقت داری ویدیوهای دیگر رو نگاه کن، بیا یک ویدیویی از یه چلو کبابی ایران نگاه کن، یه آقایی به نام مرشد چلویی، همون چلو کباب میگیم، مرشد چلویی، شما برید روی فیسبوک و یوتیوب و اینا بذارید پیدا میشه، ولی من از امروز روی مردم تیوی پلیلیستم میذارم و ببینید که چجوری یه دفعه یه کاسبی که احتمالا بی سوادم بوده یا کم سواد بوده، میاد یه تغییری در بیزینس ایجاد میکنه که بازاری مثلا شاگردشو میفرستاده برو چلو کباب بگی. وقتی این میمده چلو کباب میگرفته، این مرشد خودش یه لقمه برنج چلو کباب میداده به شاگرده، میدونسته که این چلو کباب که ببره بده به استاد به این خوراک نمیده. که حالا همه ما فکر کنیم ما قبل از انقلاب آدم های خوبی بودیم، یه شبه اصلا معجزه آخونده اینه که ما ایرانی ها رو ناخلف کردن، نابکار کردن، نه آقا بد بودیم، بابا دوره کوروش و داریوش هم گفت خدایا من از دست دروغای این سربی رها کن، خدایا من از خوشسالی نمیدونم فلان کن، بد بودیم
حالا بدتر شدیم. اینو بگی باید هم سفرم قبول دارم. در هر صورت این آقا مرشد چلویی میگه که خدمت به مردم یا خدمت به جامعه آب و نون سالم به مردم دادن است، چیزی که امروز ما میبینیم تو دنیا دنبالشن که آب رو تمیز کنن به اصطلاح محیط زیست و یه خوراک سالم به مردم بدن. هر روز دیدیم که کاهوها نمیدونم سم داره نخورین، گوشتا مسموم نخورین، میخوان آب و نون سالم بدن و این کار کرده. تو مصاحبه ای که با بچه هاش و با مردم انجام میدن یه آقایی میگه اون موقعی که حتی دکترا و اینایی که تو ایران سوزن میزدن استریل نمیدونستن چیه، این آقا بشقابا و قاشق چنگالا و اینها رو با آب گرم میجوشونده. خب البته حسنش اینه که زود چربیش پاک میشه. از اون ورم اگه این یکی سرما خورده بوده، یه مرضی داشته، وقتی قاشق چنگالا رو زده به دهنش میمد اونجا، نفر بعدی که از این استفاده میکرد اون مرض مصری نمیشد، سرایت نمیکرد. بعد چند تا چیز دیگه نوشته بوده تو بازار، حتما شما هم دیده بودین یه تابلوهای به دیوارشون بود یا بقالی و فروشگاه ها و اینها. من یادم هر معمولا هر فروشگاه میرفتی این قاب عکسه بود، یه قاب عکسی بود، یه آدم چاوی نشسته بود پشت یه میزی، گاف صندوقش هم بسته بود، نوشته بود نتیجه نقد فروشی. بعد یه آدم بدبخت لاغری توی مغازش هم موش و گربه بود، در گاف صندوقش هم باز بود، پولم توش نبود، نوشته بود نتیجه نسیه فروشی، نسیه دادن. بعد نوشته بود نسیه ممنوع حتی به شما. حالا این مرشد چلویی برعکس نوشته بوده، اینجا نوشتمش، وجه نقد و نسیه و وجه نقد داده می شود حتی به شما، حتی به جناب عالی. به طرفم نمیگه تو یا شما، میگه حتی به جناب عالی. بله فلسفهش هم این بوده که یه مصرع میگن، یه بیت شعر هم نه، یه مصرعش رو برداشته بوده گذاشته نوشته ساعتی در خود نگر تا کیستی. ما یکی از اشکالامون اینه که خودمون رو نگاه نمی کنی ببینیم ما چی هستیم. ساعتی در خود نگر تا کیستی. این از این. و اما مستند مرشد چلوی رو بهتون نشون میدم، خدمت به جامعه آب و نون سالم به مردم دادن است. بعد میگه که همه آتش ها با آب خاموش نمی شود، گاهی وقتها با نان خاموش می شود. اتفاقا جالب اینه که مغازش هم بنده خدا یه بار آتیش گرفته بوده و گویا یه جای بازاره که با پله می خوردن می رفتن بالا و اینا. حالا اگه هنوزم بچه هاش دارن اینا، میدونید بعضی از این مغازه ها یا صاحبای بیزینس تجارت و اینها 100 سال 150 سال از پدر به پسر، از پسر به فرزند همینجوری رسیده. بله نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جناب عالی در حد قوه. یعنی باید داشته باشم، اگه شما میگی 20 تومن بهت قرض من باید 40 تومن داشته باشم که 20 تومن بهت قرض بدم. اگه 20 تومن دارم بهت میگم 10 تومن بهت قرض میدم. نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جناب عالی. خب در این ماجرای ویدیو نگاه کردن و این چیزا، بذارید من اینو روشن کنم، شماره تلفن اینها هم بیاد و بچرخه. حالا که این دوتا برنامه پس از جنگیدن های زیاد هر دوشون با هم روشن شدن و قرار شده همه اینها همکاری کنند تا سربی برنامه داری کنه، بذارید ما هم از این فرصت استفاده کنیم. 5 رو هم به شما نشون بدیم که مردم تیویه، 3 رو هم نشون بدیم که چیه، شماره تلفن تکستمونه، و این رو هم بذاریم که نشون میده که بله 8 رو هم بذاریم که ایمیلمون info@mardomtv.com. ما سعی کردیم همه چیزها رو ساده برای شما باشه و یادتونم بمونه. و 2 و 3 و 4 رو ولش کن، 2 و 3 و 5، 6 و 7 هم ولش کن، بیا سراغ 8. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، معمولا این زیر می‌نویسم. و یادتون باشه
رسم تمام رادیو تلویزیون های خارجی آمریکایی اینا اینه. ایران که اصلا قربونش برم مردم که اختیاری نداشتن، دولت پول میده، اونی هم که برنامه داره ماوت پیسه، یعنی حرف دولت رو شما از قیافه آقای فردوسی، از قیافه آقای ایکس، از ایگرگ میشنه. اون ایران چه دوره شاه چه دوره شیخ، تلویزیون دولتیه که تو کشورهای دیگه بهش میگن استیت میدیا، مثل روسیه که این ترامپ شارلاتان میخواد اینجا هم به اون صورت در بیاره. و الان میشه گفت این فاکس نیوز که بعضیا بهش میگن فاک نیوز، واقعا همون استیت میدیا هست. خب اگه شما یه نامه ای برداشتی نوشتی برای، اولا اجازه بدین تبریک بگم به آقای تقی مختار، به همسرش خانم شوره عاصمی، به همکارانشون در نشریه ایرانیان که 23 سال انتشار خودشون را آغاز کردن و اتفاقا یه رأیگیری گذاشته بود آقای تقی مختار امروز که بعضی از دوستان میگن که خب یک جشنی هم بگیریم حالا که ایام جشن ها هست. بعضی هم میگن نه بذار 25 سال. میدونی تو آمریکا اینایی که ازدواج میکنن، بیزینسی دارن، 25، 50، 75 اینجوری جشنای درست حسابی و بزرگ میگیرن. یادمه که سالها پیش آقای مختار یک برنامه گذاشت، اتفاقا این آقای ستار هم آمد و اونجا هم من اولین عکس با ستار، اولین و آخرین دیگه، هر جای دیدم باش عکس نگرفتم، اونجا یه عکسی هم باش گرفتیم و اینها. منم نوشتم که چرا نه، شما هم بهت تبریک میگم 23 سال نشریه رو، هم اینکه اگر جشنی هم بگیرید ما حاضریم مجانی توی تلویزیون مردم براتون پروموت کنیم، به غیر از اینکه اونجا بیایم شرکت کنیم، چون اینا وقتی میخوان یه جشنی بگیرن باید از من شما 100 دلار 150 دلار بگیرن تا مخارج هتل، مخارج خواننده، مخارج شام. معمولا ایرانیان دماغ بالا میخوان یه جای خوب باشه، فلان باشه، ولی از اونوری هیچ کی نمیخواد پول بده. در اصل ما گفتیم که اگه خواستین میاییم و به اصطلاح هم تبلیغتون میکنیم هم شرکت میکنیم که به اصطلاح اون مخارج اونجا در بیاد. و اما اینجا اسم اون خانم رو نوشتم، ولی نوشتم تشکر از خانم، حمایت از این سکوی ارتباطی، ممنون، متشکرم. در رابطه با نشریات و رادیو تلویزیون اینها یه ویدیویی بود، گفت که تبلیغ میکنن، خیلی حواستون جمع باشه دوستان، تبلیغ میکنن به شما، میگن که ما بلیت شما رو میدیم به شرطی که شما یه کیف همراه بیاری، ما دو تا چمدون رو بار بزنیم. شما وقتی بار میزنی فکر کنی برای بسرش مثلا داره کاپشن میفرسه، خدا میدونه کی چی میفرسه اونجا. اگه شما رو گرفتن شما مسئولی، چون تو فرودگاه ازت سوال میکنه که این وسایل مال شماست، این وسایل رو خودت پیچیدی، اگه شما بگی مال من نیست، من نپیچیدم، که اصلا پرواز بی پرواز. اگر دروغ گفتی بعد رفتی گرفتنت، مثل اینایی که تو مالزی ایرانی ها رفتن دیدن این کیف جاسازی شده بوده، 10 کیلو نمیدونم کوکائین و شیشه و فلان اینها بوده، 4 تا لباس و وسایل و کتاب برای مثلا فکر کردن برای پسرشون بره. میگه شما یه جا دروغ گفتی، اونجا دروغ گفتی که بهت گفتیم این وسایل مال توه، یا اینجا دروغ میگی که میگی مال من نیست. و کسی که یه بار دروغ میگه به حرفای دیگرش هم اطمینان نمیشه کرد، اون وقت حکم چیه اونجا؟ اعدام. برید ببینید تو مالزی چند تا از زنای ایرانی بیچارا تو زندان گریه و زاری که ما گول بلیت مجانی خوردیم، بهمون گفتن بلیت میدیم بهتون، برید اونجا 2 ماه هم اونجا خوش باشید، پول در بیارید، چه کار کنید پول در بیارید، هم پول در بیارید بعد بیاین ایران. گرفتنشون اعدام حکمشون. این از میگه یه شرکتی میاد میگه حمل بار به ایران کیلوی 1 دلار یا کیلوی 1 یورو. شما میگه عجب شرکت معتبر بزرگیه، این لابد این شرکت هاییه که با قایق و با کشتی و اینها بهش میگن سی کانتینر. بعضی هم میگن سی، ولی درستش اس ای ای هست، دریا. کانتینر هم یعنی یه قوطی که
سیل میشه، حتی اگه تو آب بیفته آب نمیری توش، بغلاش مثل در یخچال پلاستیک داره. میگی لابد اینجوریه، براشون ارزون در میاد، یه جای بزرگی رو میگیرن بعد 10 کیلو از این، 10 کیلو از این، 10 کیلو از این، خودشون مثلا کیلوی نیم دلار میدن ولی از ما میگیرن کیلو 1 دلار. این آقای میگه اصلا اینجوری نیست، اینا با هر اسم و با هر پاسپورت مثلا میتونن 1000 کیلو برای هر یه نفری 5 سال یک بار بگن این وسایل منزلش داره میبره ایران. شما وقتی میگی آقا من میخوام این 4 تا کتاب رو از اینجا بفرستم برای پسرم، من میگه اوکی، کتاب رو میکشه میگه 12 کیلو، 12 دلار ازت میگیره، میگه آره پاسپورت تو بده، مشخصات تو از روی پاسپورت برمی داره مینویسه، میره 1000 کیلو تا 10 کیلو چقدر؟ 990 کیلو خودش وسیله میفرسه. چه وسائلی میفرسه ایران؟ اینجا میگن God knows، خدا میدونه. یکی از اینا تو فرودگاه رفته وقتی که چیز بوده خواسته ترخیص کنه، میگه کاغذی که گذاشتن جلو من دیدن نوشته 890 کیلو. گفتم آقا ما اونجا به شما 12 کیلو دادیم، این چطور شده افتاده تو آب، خیس خورده، وزنش اضافه شده، چرا شده 890؟ گفتن شما نگران نباش، یه آقایی هست به نام فامیلش هم میگو و آقای فلانی، اون یه مقدار بار داشته، ما بارنامه‌ش رو با شما یکی کردیم. گفت پافشاری کردم، گفتم نه و اینها، گند این کار بالا اومده. مواظب باشید دوستان، بعضی وقتا برای 5 دلار کمتر، یه فیلمی بود میگفت به خاطر 1 دلار بیشتر، فکر کنم مال کی بود این آقای خیلی هم کلینتستی بود، فکر کنم مال اون بود، به خاطر 1 دلار بیشتر. بعضی وقتا به خاطر 1 دلار بیشتر بره تو جیبتون، 1 دلار کمتر پرداخت کنید، خودتون رو دردسر اینجوری نذارید. حمل بار به ایران کیلو 1 یورو. الان ایام هالیدی و تعطیلات و اینا هست، احتمالا شما تو هر شهری تو آمریکا در فروشگاه ها که میرین این دلینگ دلینگ زنگ های اینا که اینام ربطش دادن به سانتا کلاس و نمیدونم پیرن قرمز، من نمیدونم، ولی شرکت های دیگه هستن، سازمان های دیگه هستن، بنیاد های دیگه هستن، مثل American Red Cross، این همون صلیب سرخ، این صلیب رنگش هم سرخه، حالا American Red Cross را با جای دیگه هم داره. اینا توی این ایام میان به شما میگن اگر وسیله ای داری، لباسی داری، بده به ما، ما بدیم به اونایی که نیازمند هستن، هم شما خوند از این آشغالات، چون دیگه برای شما شده آشغال، شما دیگه اینا رو نمیپوشی، از این آشغالات تمیز میشه، هم یه مستمندی به اینا میرسه، گرمش میشه تو زمستون، هم این شرکت یه پولی گیرش میاد اونجایی که میخواد خرج کنه. میدونم خیلی از این پولا میره تو جیب خودشون، کله گنده تر میشن، نمیدونم ویلا میخرن، ولی یه تحت و غاری هم به این و اون میرسه. شما مگه آمد براتون از این پلاستیکا که توی این ایام قوطیای کنسرو و کن و این چیزا که به اصطلاح خراب نمیشه، اونایی رو که کمتر میخورین یا بیشتر لازم ندارین بذارید بره، این از این. و اما اینجا نوشتم 8.9 بیلیون. من این روزنامه رو صبح که برداشتم دیدم که اینجا نوشته که یک کسی که توی این فیرفکس کانتی زندگی میکنه 8 و... یعنی بگو 9 بیلیون. حالا دیگه 8.9 معمولا بالای 8.5 آدم راوندش میکنه به بالایی میشه 9. 9 بیلیون دوستان، بیلیون فکر کنم 12 تا صفر داره، یعنی 9 میلیون 9 بیلیون این آقا از یو اس میلیتری کانترکت، از کانترکت های دولت، از همون ماجره های جنگی که جورج بوش چینی اینها را انداخت و این آبی که اینجا 10 سنته یه جایی گرون بخوان بهت بدن 3 دلار بهت میفروشن، اینا آب رو که حالا خدا میدونه لابد 2 سنت میخرن اونجا میدن 7 دلار تا 10 دلار. گفتم ای داده بیداد نکنه دوباره اینم ایرانی باشه. فعلا شانس آوردیم. آقای ابوالهدا فاروقی، معمولا اسمش پاکستانی اینها میمونه، با 2 نفر دیگه، اون وقت آقا 75 سالشه.
واقعا اینایی که میافتن تو خط دزدی ها فکر میکنن شدن نو. البته اینقدر احمق هم نمیدونن نو آقا سن زیاد کرد، ولی اون وقتا فکر میکردن یک ماه یک ساله. اگه میگن 900 سال 900 ماه، 900 ماه رو شما تقسیم کنید بر 12 میشه 80 خورده یه همچیز. اینقدر عمر کرده که الان ما 100 خوردهش هم داریم. در هر صورت با یکی صحبت کردن گفتن شما 100 و چند سالته، راز چیه؟ گفت من هر روز از یک قوطی آبجو کورس فکر کنم می نوشم. اینم از این. و ماجرای این آقا هیرینگ بگان بسیم در سیکس در تری نوردن ویرجینیا من اینکلودین تو فرام فیرفکس کاونی، همین جایی که ما هستیم، چون اصلا این مال فیرفکس تایمه. سعی کنید اون روزنامه های محلیتون، معمولا بعضی هاشون هم مجانی میفرستن، اگه نمیخواید پولم بدید اونایی که بهتون مجانی میدن وردارید بخونید، بعد نیست روزی یک مقاله انگلیسی به زور بخونید تا از اجتماع خودتون خبر داشته باشید. و اما فرانسه میلیون ها دلار ضرر به خاطر این اعتصابات. ببینید اینجوری ها که وقتی من میگم، حالا اگه هی دانشجوها بیان بیرون، اتفاقا دانشجوها حالا اومدن بیرون، پلیس هم تمام دانشجوها رو گرفته کنار خیابون نشانده، چه فایده ای داره؟ ولی وقتی گازوئیل گرون شد، کامیوندارا و اونایی که در رابطه با اون بودن آمدن بیرون. همین امروز الان آقای ماکرون، دو سه ساعت پیش باهاش تماس گرفتم، داشت میلرزید از ترس که امشب دوباره، الان دیگه اونجا شبه، دوباره میان بیرون برای تظاهرات. میلیون ها دلار ضرر به اقتصاد فرانسه زدن. تازه گفت فعلا گرون شدن گازوئیل رو رو هولد میذاریم، نگهش میداریم، معلقش میکنیم تا ببینیم چه باید کرد. این قدرت کارگره. حالا هی ما بیایم اسم یه حزبی رو بذاریم حزب کمونیست کارگری، بعد هی هم مجبور بشیم بشینیم توضیح بدیم که آقا منظور ما از این کارگر اون کارگر نیست. آقا ورش دار. بله، با چراغ سبز ایران اعضای اوپک برای کاهش تولید 800 هزار بشکه نفت در روز به توافق رسیدن. یعنی چی؟ یعنی این آقای شارلاتان ترامپ هی میپره دنبال این بچه 33 ساله، مثل که این بچه بازه یا دوران نورکوریا اون جوونه، یا دنبال این یکی که نفت و ارزون بده ازش تشکر کرد. طرف آدم کشته توی آرژانتین، جرأت نکرد بره هتل، گفتن ممکنه بگیرنش، گویا رفته تو سفارت خودشون خوابیده بود که اونجا مصون باشه. و این آقا براش نامه فدایت شوم مینویسه، خیلی ممنون. البته خب الان بنزین ارزون شده، اینجا نزدیک 3 بود شده 2.20 الان. خب ولی ایران نگاه کنید، اینایی که بهتون میگم حواستون باشه، آخوندا اینجوری هم که آقای فاضلی میگفت و آقای فولادوند میگفت، اینا یه مشتی بی سواد نیستن. اینا اگه خودشون هم بی سوادن، آمدن مثل رضا شاه از یه عده آدم با سواد که همشون هم تحصیل کرده آمریکا بودن، برگشتن اونجا دارن استفاده میکنن. اینه که 40 سال این مملکت رو با همه مشکلاتی که من و شما داریم میبینیم اینا میچرخونن. از خودتون سوال نمی کنید؟ خب زمان شاه که تحریم نبود، زمان شاه که بمبگذاری اینجوری و فلان نبود، زمان شاه که این همه مملکت باهاش دشمن نبودن، چرا نتونست حکومت کنه؟ ولی اینا این همه هستن حکومت هم دارن میکنن. حالا برو بشین بگو سربی مزدوره برای که نادانی، ولی اگر دانا باشی به خودت میگی این راست میگه ها. خب من فکر کنم چرا اینا تونستن؟ آقا طرف بچه شاه بوده، این همه کلاس مخصوص رفته، این همه آدم های متقلب درسش دادن، دو تا بیزینس رو نتونسته 2 سال نگه داره، 40 سال اینا دارن نگه میدارن. حالا یا شما میگی که این کشورهایی که میگن ما مخالف آخونده هستیم دروغ میگن، که من میگم آفرین، منم هم همینو دارم بهت میگم. از اون ریگانش که اولین رئیس جمهوری بود که با اینها دست در دست هم گذاشتند و اسلحه طلایی فرستاد و کیک زرد فرستاد و قرآن نمیدونم مطلا فرستاد، تا همین امروز این ترامپ، همهشون اون زیر
دارن با اینا کار میکنن. این از اگر شما طرفدار ترامپ هستید بیاین تو تلویزیون با هم صحبت کنید. این که برای من ایمیل بنویسید دو صفحه آقا اینو بخون، من نه نوکر باباتم نه بابا بزرگتم که بشینم برات نامه بخونم. اونجوری شما میای پول میدی برو بشین هر چی میخوای بگو، ولی اگه خاصی بحث کنیم دعوتت میکنم، اونم نه هم میشه یه بار مهمون من باش تا ما ببینیم تو مغزت چیه که هنوز طرفدار ترامپ هستی، یا اون روزی که بهش رأی دادی چرا بهش رأی دادی؟ به یک آدم شارلاتان، دزد، دروغگو، بیش از 6500 تا دروغ گفته تا حالا. انقدر دروغ گفته که دیگه ما برامون مهم نیست چند تا دروغ امروز میگه. هر کدوم از این دروغ ها رو اگه یکی دیگه گفته بود رئیس جمهور میکشوندنش به استیضاح و به ایمپیچمنت، ولی این چون توی جمع دروغ میگه مردم میگن خب اومد گفت دیگه. البته حالا دارن یقش رو میگیرن، میگن که بله بعضی چیزها رو شما توی جمع اگه گفتی یقت رو میگیرن، شما میتونی جیش کنی تو توالت، ولی اگه تو خیابون توی جمع تو پابلیک جیش کردی پلیس میگیره تیکتت میده. اینم بهش میگن حالا دنبال این هستیم، ما همچین موجودی نداشتیم که بیاد اینجوری تو جمع اینقدر وقیحانه دروغ بگه، علامت میده به اونا که دارن میرن زندان، میگی شما با دولت همکاری نکنید، یکی نیست بهش بگه احمق رئیس دولت خودتی، و تو به اینا میگی با قوه قضاییه همکاری نکنن. تو مگه رئیس سه قوه نیستی؟ قضاییه، مجریه، مقننه. اینی که آمریکا دیدید یه هفته گذشته مارکت یادتونه هی من بهتون گفتم که خیلی خوشحال نباشی، هی نگید حالا جایزه صلح که باید بهش بدن دیگه، دیگه دیدی که مارکت رو چجوری برد بالا با دروغ. مارکت رفت بالا، هر کی یکی یکی رسید به حقیقت گوه ایداد بیداد چه شرکتی ساخته، کدوم آدم رو استخدام کرده، کدوم مالیات رو به مردم بخشیده. هر روز 700 تا 800 تا میاد پایین، یک کلمه حرف نمیزنه، ولی هر روز یادتونه راه میرفت اینجوری مثل شعبون بیمه قلو. مارکت هم که داره میره بالا، آره گاز خوردی داره میره بالا. بله ماجرای امروز پس از 20 سال تقریبا 18 سال صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم رفت دنبال کار و زندگی خودش، ولی برای دوستانی که دنبال حکومت فدرالی آلمانی هستن، برای دوستانی که دنبال این هستن که حکومت از مذهب و دین جدا باشه، الان کی اونجا میشه رئیس؟ حزب دموکرات های مسیحی. باورتون میشه تو قرن 21 یه دینی اونم تو کشور آلمان بیاد؟ الان اون خانم اومد دست داد و روبوسی و گفت شما برو به سلامت، شما فایده نداری، شما میخواستی اون سکولاریزم و اینا رو اجرا کنی، مردم قبول نمیکنن، مردم هنوز دنبال دینن، ما خوبیم براشون. حالا ببینیم آلمان چه شود. اینم از این. و اما سردی و گرمی، ما اون روز راجع به سردی و گرمی و چهار طبع مخالف و سرکش صحبت کردیم. آقای خوشنودی لطف کرد روی فیسبوک یه چیزی نوشت که بذارید من براتون چیز کنم. سوربی جان با درود، برنامه زنده امروز فیسبوک چه ساعتی بوده فرزاد عزیز؟ اون موقع اگر نداشتم حالا دارم، نمیدونم یادم رفت، یه اشکالی ما داشتیم، ولی بذار ببینم حالا هستم یا نیستم. بله اشکال این بود که چون این دوستمون گفت من نمیتونم به اصطلاح بیام، ما هم گفتیم دیگه لازم نیست زودتر اینا رو شروع کنیم، همون سر دو شروع میکنیم، چون وقتی مهمون دارم قبلش اینا رو را میندازم امتحان میکنم. چشمتون روز بعد نبینه، همون دیر شروع کردن همانو اصلا این برنامه ها روشن نمیشد، دیدین که بعدم باید بری خاموش کنی روشن کنی.
ببینیم چی نوشته. میگه که من نتیجه گرفتم که اینها رو پرده و پشت پرده با هم معامله دارن. بله کاملا درست میگی. پس هستی آقای خوشنودی، خیلی خوشحالم وقتی شما هستین. آدم احساس دلگرمی بهش دست میده. و آها صبحی جان با درود. بعدم نوشته امیدوارم حالت خوب باشه. هستم هستم فرزاد عزیز، ممنون و متشکرم. میگه ته دیگ یا آبگوشت یه لقمه نون و کباب میداده به شاگرد پادو حاجی بازاری. بله شما به اون فامیل هاشمی هم اعتماد کردین، پولتون رو خورد و با عینک و نقاب جلوی دوربین می نشست، کلاه بردار و دروغگویند. هاشمی کیه؟ زاکری بود. نه من به خیلی ها اعتماد کردم ولی شبا راحت می خوابم. حالا از اونا سوال کن، اونایی که پول ما رو خوردن و دزدیدن و رفتن، آیا اونا شبا راحت می خوابن؟ هر کدومشون به یک درد بی دوایی دوچار شدن. همین آقای زاکری پسر بدبختش که افتاد زندان، چون اینایی که خرن اینجوری رفتار میکنن اولین چیزی رو که بد یاد بچه هاشون میدن همین بد با مردم تا کردنه. پول اینو بخور، کلاه اینو بذار سر این اون. بچه رفت تو کانادا شد رئیس گنگ، لابد اینم ذوق میکرده، تشویقش میکرده، آفرین چند نفر کارمند داری. بعد افتاد زندان، حالا بعد مثل که تو زندان آدم شده و آمده ازدواج کرده و رفته. ولی خود زاکری اگه اشتباه نکنم حمید رضا زاکری بود، توی این کشور یا ارمنستان یا اون یکی دیگه کدوم ازبکستان نمیدونم، اونجا گرفتاره، پلیس و زندان و این چیزا، رفت چلو کبابه باز کرد و گرفتنش. و اون هاشمی من یادم نیست، ولی یه همشهری ما داشتیم هاشمی، یعنی اهل کازرون بود و اتفاق آدم خوبی بود، به تلویزیون قبلی هم کمک کرده بود. موقعی که ما پول نمیخواستیم اون بود و حمایت میکرد، ولی موقعی که حالا ما خودمون هستیم دیگه اون نیست. لابد بیچاره کلاش برداشتن رفته دنبال کار زندگیش. راجع به سردی و گرمی براتون بخونم که آقای خوشنودی اون روز چی نوشته زیر ویدیو. خیلی ممنون. بعد وقتی من برنامه رو اعلام میکنم که امروز با شما برنامه دارم، تا ساعت برنامه میخواد بیاد یه چند تا خبرم به دستم میرسه براتون میذارم. آقای خوشنودی اینجا نوشته، بذارید من معمولا نوشته ها رو نشون میدم که اگر من چیزی رو بد خوندم شما درست بخونید و اشکال برطرف بشه. اینجا کامرای سه خوشنودی. دوستان دیدید وقتی من میخوام عکس بگیرم از این کامپیوتر که بیاد تو این کامپیوتر، برای یه لحظه صفحه سفید میشه. اون روز تو برنامه گفتار عقل بشر این کار زیاد اتفاق میافتاد. چند تا از دوستان گفتن آقا اشکال چیه، حتی فیلم ها عکس ها همزمان نبوده با گفتار. مثلا اونجایی که دوستمون از خلیج فارس میگه که زنهای باتلاق شیر میدوشن، عکس اون گاو نبود که داره شیر میدوشن. اونجایی که میگه نیها رو آتیش میزنن یا تپاله جمع میکنن، اینا نبود. ببینید برای شما بگم که فرمت های عکس خیلی انواع مختلف داره. یادتون اون وقتا تو ایران دو نوع عکس داشتیم، یکیش میگفتن عکس برقی، یکی دیگه چی میگفتن خدایا، بعضی ها میگفتن مات، ولی میت بود، یعنی اون کاغذش فرق میکرد، کاغذ یکم زبر بود، عکسم قشنگتر میشد. برخلاف اون عکس برقی که زودترم از بین میرفت، اون عکس بیشترم میموند. بماند این الان با کامپیوتر فرمت عکس ها خیلی 10 نوعه، حداقل 10 نوعش من بلدم، که وقتی شما با دوربین عکس گرفته باشی تو خود دوربین دو تا فرمت درست میکنه، یکی عکس رو به صورت خام، یکی عکس رو به صورت JPEG، یکیش نمیدونم PNG، خلاصه 10 نوعه. این دوستمون وقتی که این برنامه رو تهیه میکنه با تلفن و آیپد و کامپیوترش که خود اونها هم فرمتشون یکیش اپل، یکیش ویندوزه، یکیش مکه، یکیش فلانه، اینا رو عکس ها رو میگیره. بعد یادتون باشه عکسی که شما روی فیسبوک یا روی وبسایت میگیرید از 70 کیلو، یعنی حقیقتا از 30 کیلو به بالا
عکس بسیار خوبی دیده میشه. ولی همین عکس رو اگه شما بیارید تو برنامه تلویزیونی بذارید، از 1000 کیلو، از 1 مگابایت کمتر عکس خوبی نیست. بعد این عکس ها سایزهای مختلف داره. یادتونه این کامپیوتر وقتی اومده بود از این ور 800 بود، از این ور 800 پیکسل، از اون ور 600، از همین تقریبا 4 گوش بود. یعنی اگه مستطیلم بود خیلی مستطیل نبود، مثل این تلویزیون های الان اینجوری نبود. الان عوض شده، الان شده 1600 به 900، 16 به 9، اون موقع 4 به 3 بود. اینا چیزایی که نه لازم شما بدونید، ولی اون موقعی که شما یه عکس دیر و زود میشه متوجه میشید عکس ها فرمتش از کدوم وبسایت گرفتید، با چی گرفتید و سایزش، اندازش. حالا که میدیش به من، یه عکس 2400 هست در 600، یه عکس دیگرش هست 150. این اصلا به هم نمیخونن. وقت من اینجا با این کار میخوام عوضش کنم، هم فرمتش رو عوض کنم، هم سایزش رو، اندازش رو عوض کنم، میریزه به هم. اینه که من به دوستان میگم بهترین راه اینه که وسایلتون رو برای اون کاری که میخواین. این دوست ما روز اول گفت من نوار میفرستم. گفتم خب شما نوار میفرستی، ما هم یه عکس میذاریم اینجا، مثلا می‌نویسیم دوستان شما هم میتوانید برنامه داشته باشید، یا شما نوار میفرستین، ما میتونیم ایمیل و شماره تلفن و اینا رو بذاریم هر کسی درباره صحبت‌های شما، ولی بعد دید لازم عکس نشون بده. بدونید عکس که نشون میدید، حالا باید یه پروگرامی هست همه این عکس‌ها رو شما میدی بهش، همه رو در آن واحد میکنه یه سایز. ولی شما اعتماد میکنید اون پروگرام رو کامپیوترتون بذارید؟ من نمیکنم. و اما آقای خوشنودی میگه در مورد سردی و گرمی چیزی به وقت دوست عطارمون، آها، یه وقت دوست عطارمون بهمون یاد داد، یا خودمون تجربه بکنیم میفهمیم. هر گیاه و گوشت طبع سرد و گرم و معتدل دارن. گوشت گاو و خوک رو میگن سرده، گوسفند معتدله، گوشت شتر گرمه و به نظر میاد بسته به محیط زندگی که سرد و گرم است طبع اونها معین میشه. قوره و لیمو و مواد اسیدی معمولا سرد، و همون میوه وقتی شیرین میشه و در اثر پختگی و رسیدگی کشمش یا مویز میشن، گرم میشن، طبعشون گرم میشه. معمولا مشروبی که به روش تقطیر تهیه میشه گرمه، مثل انواع مشروبات مشتق از عرق که از میوه های خیلی رسیده شیرین با طعم گرفته میشن. مشروباتی که به روش تخمیر و در دمای طبیعی و بدون جوشاندن مانند شراب و آبجو تهیه میشه سرد هستن، چون نوع میوه اولی هم سرد بوده. بعضا مواد با تقطیر هم طبعشون عوض نمیشه یا خیلی کم. بعضی مواد با حرارت خوردن و جوشیدن به کلی طبعشون عوض میشه. تریاک طبعش سرده، اما شیره تریاک یا شیره سوخته همون تریاک گرم میشه. انار و آب انار سرده، وقتی بجوشونیش و رب انار بشه گرم میشه. قند سرده، اما کاراملی کردن و مثل شکر و نبات و اینها گرم میشه. چه جالب، ممنونم از این توضیحاتتون. و در همین رابطه سعدی، این همشهری آقای خوشنودی، یه شعری گفته. این میگه که سعدی شیرازی علیه الرحمه در بیتی مطلب را به صورتی زیبا بیان نموده. 4 طبع مخالف سرکش چند روزی بودند با هم خش، یا خوش، چند روزی بودند با هم خوش. چون یکی زین 4 شد غالب، جان شیرین براید از غالب. اون غالب یعنی غلبه کردن، این غالب یعنی غالب روح بدن. در اصل ممنون و متشکرم. اون روز من در برنامه گفتم که یک خانمی از ایریا کد 503 تماس میگیره، و گفتم که ما قبلا هم از این ایریا کد یک خانمی داشتیم که صحبت میکرد و خیلی هم هایپر بود، با هیجان و اینها. سالهاست ازش بیخبرم، شاید فکر کنم رفته باشه ایران. در هر صورت گفتم آیا شما هستید؟ این دوستمون امروز لطف کرده این پیام رو گذاشته، با هم بشنویم. دوستان یاد بگیرید از روش پیام گذاشتن. فکر کنم 1 دقیقه، یا ببینم چقدر، شادم کمتر، 1 لحظه
نه، 1 دقیقه و 53 با هم میشنویم. اونایی که میگن آقا 3 دقیقه، که ما 3 دقیقه سلام علیکم طول میکشه، خب غلطه، کوتاهش کنید. بفرمایید. سلام آقای استوردی. کسانی که ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران را تشکیل دارن، وقتی از این راه دور شهامت معرفی خودشون رو ندارن، میخوام برن رژیم ایران رو عوض کنن. اینا کنار گود نشستن و میگن لنگش کن. زمنان اگر وضع در ایران تغییر کنه، یا باید با رژیمی سرکار داشته باشن که در بس نوکر آمریکا و انگلیس بشه مثل دوران شاه و با اسرائیل هم لاف بزنه، یا وضعی بدتر از افغانستان و عراق پیش بیاد. و کسی اینا که اینجا هستن که نمیجازه که اونهایی که در صحنه و در ایران هستن بیچاره میشن. اگر باید تغییر در ایران رخ بده، ایران به یک بزرگمردی مثل دکتر محمد مصدق نیاز داره که متاسفانه پیدا کردنش مشکله و در حال حاضر نظیرش هم نداریم. به نظر من علی‌رغم اینکه الان ایران با مشکلات خیلی زیادی مواجه هست، باید به یک تغییر تدریجی فکر کنارم، به یک تغییر تدریجی رو به آزادی، برای اینکه اگر اشکالی پیش بیاد با آشوب و جنجال و بدتری میشه و ایران به معنای واقعی از دست میره، همون چیزی که دشمنان ایران میخوان. و این کسانی که اینجا اصلا از دور نشستن اون وقت چه کار خواهند کرد؟ الان مردمی که از عراق دورن یا مردمی که از افغانستان دورن برای کشورشون چه کار چه از دستشون برمیاد؟ اینها فقط بلدن از راه دور فقط برای اینکه بگن ما هم هستیم یه چیزی بگن. درسته ایران خیلی اشکال داره، الان خیلی اشکال داره، ولی خود مردمی که در داخل ایران هستن باید رسمی باشن. با تشکر تمام. بسیار ممنونم. البته این پیام اون روز من دنبالش گشتم پیدا نکردم، حالا یه پیام دیگه ایشون گذاشته یا دیروز یا امروز صبح. اجازه بدید من این رو برای دوستان ستاد بفرستم. بله، 1 لحظه که اینها بدونن نظرات مردم چی است و شاید به فکر بیفتن که تغییری بدن. البته این دوستمون فقط 2 تا گزینه رو میگه، میگه یا میشه مثل عراق یا میشه مثل حکومت شاه. من فکر کنم گزینه های دیگه هم هست، ولی مردم انقدر وحشت دارن فعلا دنبال اونا نمیرن اصلا. این پیامی رو که جدید گذاشتیم، میدونستم این یکی کوتاه‌تره چون اون 2 دقیقه بود، این یکی بله 1 دقیقه و 5 ثانیه. با هم بشنویم. ممنونم از شما. با سلام آقای سردی. به نظر من با تجربه‌ای که از سال 88 دارم، خیزش‌های حق طلبانه و خودجوش مردم وقتی مورد حمایت یا تأیید بد اثر عده‌ای از خارج قرار می‌گیره نتیجه معکوس داره و به آن رنگ تحریک و دخالت عوامل خارجی داده میشه و اکثران از بیم گرفتار شدن به عنوان عوامل ضد امنیت ملی مجبور به عقب نشینی از اهدافشون میشن، یا اگر مقاومت کنن گرفتار و زندانی میشن، همون اتفاقی که در سال 88 افتاد. و در پایان میخوام بگم که من خوشحالم که به تازگی با تلویزیون شما آشنا شدم و فرد شناخته شما قبلی شما نیستم. خیلی خوشحالم که به تازگی با تلویزیون شما آشنا شدم، تنها تلویزیون ایرانی که من می‌بینم. خیلی ممنونم آقای سرپی. ممنون و متشکرم. من به شما پیشنهاد میکنم که تلویزیون‌های دیگر هم ببینید، چون یه اشکال بزرگ الان به خاطر این سوشال مدیا و اینها به وجود آمده که هر کدومون هر چیزی رو دوست داشته باشیم تماشا میکنیم، چیزایی رو که دوست نداریم تماشا نمیکنیم. معمولا ما از چیزایی که دوست نداریم باید یاد بگیریم. پیشنهاد میکنم اونها رو هم نگاه کنید. دلیل من اینه که وقتی اونها رو نگاه کنید قدر اینجا رو بیشتر میدونید. بازم ازتون ممنونم، حمایت کنیم. از اون دوستی هم که این نامه کوچولو رو فرستاده با مثلا چک 30 دلاری، از محبت بزرگ شما ممنون و متشکرم. دفعه دیگه برام بنویسید. خیلی قشنگ یه کاغذی رم میذارن دور اون نامه، شما رو این
بنویسید که من میتونم اسم شما رو بگم یا لازم نیست اسمتون رو بگم. معمولا اونایی که بخشنده هستن اینا اصلا براشون مهم نیست کسی اسم بگه فلان، ولی خب ما به عنوان یه تشکر وظیفه خودمون میدونیم. دوستان عزیز، من بهتون گفتم امروز درباره یک نادان ایرانی صحبت میکنم که وقت نیست متاسفانه، به خاطر اون برنامه دوشنبه حتما صحبت میکنم. این شخص نادان اسمش هست سیروس کوهن یا کوهن، تو شیراز کوهنا، کوهنیم، اینها کلیمیایی بودن که یه سریشون هم مسلمون شدن، هنوز هم یه سریشون کلیمی هستن، اتفاقا فامیلای خود ما دور تو بازار هم هستن. این آقا رو دوشنبه با ایمیل و اینها میارم، شما هم تا اون موقع اگر میشناسید ایشون رو، عکسش رو، مشخصات دیگر رو اینها رو به من بفرستید و با هم میخونی. بذارید من ایمیلش هم بهتون بگم چیه، اصلا نشون بدم، بعد ماجرا رو از اول براتون تعریف میکنم که شما بفهمید ما که اینجا نشستیم با چه جانورایی باید سرکله بزنیم. اولا ایمیل این جانور اینه، به شما نشون میدم اینجا، امیدوارم دیده بشه، قابل خوندنم باشه. میبینید کمرای 3، یا بزرگترش کنم با این کمرای 2، select area. بله ببینید اسمش رو اینجوری نوشته، سیروس رو نوشته این 2. بله ببینید سیروس کوهن اینجا، سیروس یا سیروس 97405 @yahoo.com. این رو تا دوشنبه هر اطلاعاتی هر کسی از این داره برای من بفرسته، اون وقت من از روش تماس ایشون، روش ایمیلایی که با هم فرستادیم و جرم بزرگی که خودش با پای خودش رو انداخته توی این، ما که تله نگذاشتیم، خودش انداخته توی این گودال با پای خودش، با نوشته خودش، اینا رو دوشنبه با شما خواهم بود. بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو، برنامه شماره 203 از ایران، با اون نبود امکانات، با اون کمی سرعت اینترنت درست میکنه، تهیه میکنه، ارسال میکنه، ما اینجا پخش میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش. دوشنبه از ساعت 12 ظهر با شما هستیم با کانون آوا، 2 بعد از ظهر سربی با مردم. مرسی که با ما بودید، حمایت فراموش نشید. اینجا این هم خاموش، یکی یکی همه چیز خاموش.